من الوهیت را در هر چیز می دیدم، حتی در یک حیوان و در یک حشره. علاقه هم به طبیعت بیشتر شده بود. حتی نمی توانستم پشه ای که مرتبا جلوی صورتم وزوز می کرد را بکشم. آنها نیز از نوعی از حیات برخوردار بودند که می بایست آن را محترم شمرد. می دانستم که موجودیت آنها علتی دارد، ولی علت آن را نمی دانستم. فقط می دانستم که علتی دارد، همانطور که موجودیت من علتی داشت. هر روز صبح بیدار می شدم تا جهان را دوباره کاوش کنم. هر روز یک تجربه جدید و تازه بود. می خواستم قدم بزنم، رانندگی کنم، سیاحت کنم، بالای تپه یا روی ماسه های ساحل بنشینم و فقط این زندگی را جذب کنم. همچنین به محیط شهری عمیقاً علاقه‌مند شده بودم و دوباره با آن ارتباط برقرار می‌کردم. گویی همه چیز جدید بود. به مراکز خرید می‌رفتم و از چشم‌انداز شهر و دورنمای چراغ‌های نئون آسمان خراش‌ها لذت می‌بردم. سیستم وسایل نقلیه عمومی کارآمد و پل‌های معلق خارق‌العاده‌ای که از یک سو به آن سوی آب کشیده شده بودند تا جزیره‌های مختلف هنگ کنگ را به هم وصل کنند را تحسین می‌کردم. و از زیباییشان در حیرت بودم. جذابیت هر روز به من این احساس را میداد که گویی تازه متولد شدم. مثل این بود که مانند یک بزرگسال وارد این جهان شدم. مثل این بود که من برای اولین بار در روز سوم فوریه سال 2006 متولد شدم. در این میان متوجه شدم که نمیتوانم با بسیار از دوستان قدیمیم که سعی میکردم با آنها برای نهار یا قهوه بیرون بروم دوباره رابطه برقرار کنم. همه می‌خواستن از حالم با خبر شوند، اما اغلب آنها نمی‌توانستند درک کنند که این تجربه چه تغییر اساسی و عمیقی را در من به وجود آورده است. متوجه شدم که در معاشرت‌های اجتماعی بی‌حوصله و بی‌قرارم. حتی نمی‌توانستم برای مدتی طولانی بنشینم و با این آن در مورد موضوعات روزمره گفتگو کنم. احساس می‌کردم که مردم حس دیدن شگفتی‌های زندگی را از دست دادند. مشاهده محیط اطراف و حس زنده بودن موجب حیرت و شگفتی‌ام می‌شد، ولی دیگران را در این احساس سهیم نمی‌دیدم. به نظر می‌رسید که همه گرفتار گذران امور روزمره‌شان هستند و ذهنشان درگیر کارهایی است که بر عهده دارند. این درست همان وضعیتی است که من هم قبل از تجربه نزدیک به مرگ دچار آن بودم. همه آنقدر غرق در امور عادی بودند که نمی‌توانستند از لحظات زندگی لذت ببرند. اما از همه چیز مهم‌تر احساس می‌کردم که وضعیتی استثنایی در حال رخ دادن است و هدف و منظور والاتری سبب روی دادن تجربیات اخیرم شده است. با وجود این هیجان درونی که من می گفت به زودی شاهد ماجرای فوق‌العاده‌ای خواهم بود، احساس می کردم که لازم نیست کاری انجام دهم تا آن وضعیت به وقوع بپیوندد. فقط کافی است خودم باشم و واهمه ای نداشته باشم و به خودم اجازه دهم که وسیله‌ای برای عشق و محبت باشم. کاملا درک می کردم که این بهترین کاری است که هر یک از ما می تواند هم برای سیاره‌مان و هم برای خودمان انجام دهد. پس از اینکه به این موضوع پی بردم، دیگر هیچ مسئله‌ای برایم بزرگ جلوه نمی‌کرد. احساس می‌کردم که مردم زندگی و مشکلاتشان را خیلی جدی می‌گیرند و این درست همان کاری است که خود من قبلا انجام می‌دادم. در گذشته من در مشکلات مردم و خودم غرق می‌شدم، اما بعد از تجربه نزدیک به مرگ فقط شکرگزار بودم که زنده هستم و موقعیت دوباره‌ای به من داده شده تا در اینجا نظرم را ابراز کنم. دیگر نمی‌خواستم حتی برای یک لحظه این موقعیت فوق‌العاده را از دست بدم. می‌خواستم تا آنجایی که می‌توانم خودم باشم و بتوانم هر دقیقه طعم شیرین زنده بودن را بچشم. در واقع نمی‌خواستم با مسائل روزمره و جزئی درگیر شوم. مسائلی از قبیل نگرانی برای آینده، پول، کار و مشکلات خانوادگی. تمام این موارد به نوعی خیلی ناچیز به نظر می‌رسید. به خصوص که اطمینان داشتم به زودی اتفاق مهمی برایم پیش خواهد آمد. به نظرم لازم بود که خوش و خندان باشم. آنقدر احساس سبکی می‌کردم که برایم کاملاً بی‌سابقه بود. به هر بهانه‌ای می‌خندیدم و از معاشرت با آنهایی که همین رویه را داشتن لذت می‌بردم. هر وقت با دیگران درباره بیماری، سیاست و یا مرگ صحبت می‌کردم، به علت تجربه‌ام دیدگاهم به قدری با دیدگاه آنها متفاوت بود که حتی نمی‌توانستم در بحث‌هایشان شرکت کنم. کم کم متوجه شدم که توانایی قضاوت و تشخیص و تمیز در من ضعیف شده است. دیگر نمی‌توانستم قاطعانه درباره خوبی یا بدی، درستی یا غلطی چیزی اظهار نظر کنم، زیرا زمانی که تجربه نزدیک به مرگ داشتم هیچ کس مرا قضاوت نکرد. در آنجا فقط مهر و محبت و عشق بی‌قید و شرط حاکم بود و من هنوز هم در مورد خودم و اطرافیانم چنین احساسی دارم.
برای تمام جنایتکاران و تروریست‌های جهان و همینطور برای قربانیان آنها احساسی جز محبت نداشتم. برخلاف گذشته تازه متوجه شده بودم که فقط افرادی دست به این گونه اعمال می‌زنند که درونشان مملو از سردرگمی، سرخوردگی، رنج و از خود بیزاری شده باشد. حالا می‌فهمیدم که اگر کسی خودش را بشناسد و خوشحال باشد، هرگز مرتکب این گونه اعمال نمی‌شود. همچنین افرادی که خودشان را دوست دارند، معاشرین خوبی هستند و دیگران را نیز در عشق بی قید و شرطشان سهیم می کنند. اگر کسی بتواند مرتکب این گونه جنایت ها بشود، حتما از لحاظ عاطفی بیمار است. در واقع مثل این است که مبتلا به سرطان باشد. اما به وضوح می دیدم که جامعه افرادی را که مبتلا به این نوع خاص سرطان ذهنی هستند تحقیر می کند. بنابراین این افراد نه تنها کمکی برای بهبود بیماریشان دریافت نمی کنند، بلکه بیماریشان تشدید نیز می شود. مادامی که به این روش ادامه می دهیم، به رشد سرطان در جامعه کمک کرده. من اکنون کاملا متوجه شدم که ما نتوانستیم جامعه‌ای به وجود بیاوریم که همزمان امکان درمان بیماری های جسمی و ذهنی را فراهم کند. از دیدگاهی که اکنون به جهان نگاه می کردم، دیگر واژه ما و آنها منظور قربانیان و جنایتکاران است. کاربرد نداشت. آنهایی وجود نداشت، فقط ما بود. همه ما یکی هستیم. ما دستاوردهای افکار، اعمال و باورهای خودمان هستیم. حتی جنایتکاران هم قربانیان درد و رنج خود بیزاریشان می باشند. برداشت من از مقوله مرگ مشابه دیگران نبود. به همین جهت دیگر نمی توانستم برای کسی عزاداری کنم. البته از درگذشت نزدیکانم غمگین می شوم، زیرا از دوریشان دلتنگ خواهم شد. اما دیگر برایشان عزاداری نخواهم کرد، زیرا می دانم که به قلمرو به دیگری صعود کردن و مطمئنن در آنجا خوشحال خواهند بود. هیچ کس در آنجا غمگین نخواهد بود. همچنین می دانم که مرگ آنها به جا و مناسب است و در تاپستری وسیع تری هر چیز که پیش می آید به همون گونه است که می بایست باشد. از آنجایی که تغییر اساسی در نگرشم به وجود آمده، در بیان عقایدم جانب احتیاط را در نظر می گیرم، زیرا نمی خواهم حرف هایم سوء تعبیر شود. می دانم که برای دیگران درک مفاهیمی مثل قضاوت نشدن پس از مرگ حتی در مورد بدترین تروریست ها مشکل خواهد بود، اما من خودم حتی برای آنها احساس همدردی می کنم و به وضوح می فهمم که چرا آنها مرتکب آن گونه اعمال شدند. حتی در سطوح پایین تر می دانم که اگر دین یا اعتقادات فرهنگی را که مناسب خودم نمی بینم انتخاب نکنم، باز هم در آن دنیا قضاوت نخواهم شد. به این ترتیب به تدریج شروع به انتخاب معاشرینم کردم، مگر در مواقعی که با دنی بودم، زیرا با او همیشه احساس امنیت می کردم و می دانستم که او مرا قضاوت نخواهد کرد. همسرم در تمامی این سفر مرا همراهی کرده بود و یکی از معدود افرادی بود که واقعا مرا درک می کرد. وقتی درباره احساسات و افکارم حرف می زدم، او همیشه با حوصله گوش می داد و به من در فهم احساسات جدیدم کمک می کرد. من احساس میکردم که نیاز دارم دائما در مورد تجربه‌ام صحبت کنم تا شاید بتوانم به درستی معنی و مفهوم آن را درک کنم. بنابراین دنی مرا تشویق میکرد که آنچه به یادم مانده را روی کاغذ بیاورم تا شاید بتوانم از این طریق احساسات و عواطف خودم را بیرون بریزم. بنابراین در اینترنت، در فروم ها و بلاگ ها شرکت کردم و این کار اثر درمانی زیادی داشت و مرا در جلو رفتن در این جهان جدید یاری داد. فصل 13، یافتن راه زندگیم. اکنون نگرشی نسبت به زندگی پیدا کرده بودم که در حلقه معاشرانم هیچ کس یا فقط معدود کسانی بودند که می توانستم آنها را در آن سهیم کنم یا درباره اش صحبت کنم. من دیگر از هیچ چیزی نمی ترسیدم. از بیماری، پیری، مرگ، زیان مالی یا هیچ چیز دیگری واهمه نداشتم. وقتی مقوله مرگ که بدترین رویداد محسوب می شود سبب وحشت نشود، دیگر جایی برای ترس باقی نمی ماند. اگر بدترین احتمال موجب پریشانی نشود، دیگر چه چیزی می تواند انسان را مضطرب کند؟ از سرگرفتن دوباره زندگی معمولی برایم مشکل بود، چون هنوز این دنیا به نظرم واقعی نمی رسید. آن قلمرو به دیگر واقعی تر بود و همانطور که قبلا هم توضیح دادم، برایم تعجب آور بود که هر چیزی برای مردم چقدر مهم و جدی تلقی می شود. مثلا چقدر موضوع پول و امور مالی باعث تنش می شود، حالان که مردم نعمت های زیاد دیگری دارن
که می توانند از آنها لذت ببرند و شکرگزار باشند. ضمناً نمی توانستم بفهمم که مردم حاضر می شوند به کاری مشغول شوند که به آن علاقه ندارند و از سایر جنبه ها مانند عشق، روابط، استعدادها، خلاقیت، شخصیت و غیره به خاطر پول درآوردن غفلت می کنند. از نظر من دیدگاه آنها به زندگی اشتباه بود. اولویت ها و ارزش ها از تعادل خارج شده و همه چیز برعکس شده بود. البته می دانم که خود من هم پیش از این همین طرز فکر را داشتم، اما حالا برگشتن با آن نگرش برایم غیر قابل تصور بود. با خودم فکر می کردم که دیگر هیچ وقت فقط برای پول در آوردن شغلی را که از آن لذت نمی برم قبول نخواهم کرد. معیارهای من در مورد کار و به طور کلی همه امور کاملا تغییر کرده بود و زندگی و فرصتی که در این دنیا در اختیار دارم برایم ارزشمندتر شده بود. دنی هم که از نزدیک شاهد بیماری سرطان و رویاروی نزدیک من با مرگ بود به این نتیجه رسید که برداشت دیگری از زندگی پیدا کرده است. قبل از بیماری هم او در امور بازاریابی و فروش در یک سازمان چند ملیتی کار میکرد و مسئولیت توزیع فراورده هایشان به کشورهای آسیایی را بر عهده داشت. اما حالا پس از تمام مشکلاتی که با هم پشت سر گذاشتیم، ادامه چنین کاری برایش یک نواخت خسته کننده بود. تجربیات ما نقش زیادی در رشد، تغییر و آموزش هر دوی ما داشت. دنی همیشه آرزو داشت شرکت خودش را داشته باشد و حالا من او را تشویق می‌کردم که به دنبال رویای همیشگیش برود. قبل از تجربه نزدیک به مرگ از انجام این کار وحشت زیادی داشتم، چون فکر می‌کردم که انجام چنین کاری مستلزم ریسک بزرگی است و اگر موفق نشویم در تأمین زندگیمان با مشکل مواجه خواهیم شد. اما اکنون دیدگاهم تغییر کرده و تحقق یافتن رویاهای او برایم مهم‌تر شده است. بنابراین او را تشویق کردم همان کاری را که همیشه با آن علاقه مند بود، یعنی ایجاد امکاناتی برای ارزیابی حرفه‌ای دانشجویان و شرکت‌ها شروع کند. موقعیت طوری فراهم شد که این تغییر شغل آسان‌تر از آنچه که انتظار داشتیم رخ داد. زیرا دنی را به خاطر اینکه در دوران بیماری مدت زیادی سر کار نرفته بود اخراج کردند. سابقا چنین اتفاقی باعث عصبانیت و آشفتگی هم می‌شد. اما حالا پس از تجربه نزدیک به مرگ برداشتم این است که چنین پیش آمدی به خیر و صلاح ماست و موقعیتی است برای شروع کاری پرهیجان. شروع این کار جدید مستلزم تغییرات اساسی در نحوه زندگی ما بود. مایی به خانه کوچکتری واقع در محله متوسطی که فاصله زیادی تا مرکز شهر هنگ کنگ داشت نقل مکان کردیم و بسیاری از مخارج شخصی ما را کاهش دادیم. در واقع منزل جدیدمان در یکی از دهکده‌های دوردست در نزدیکی مرز چین قرار داشت و در آنجا از معاشرین و آشنایان قبلیمان به دور افتادیم و همین امر موقعیت مناسبی فراهم کرد تا در روش زندگیمان تجدید نظر کنیم. این وضعیت با آنچه که با آن عادت کرده بودیم بسیار متفاوت بود. گویی زندگی جدید را آغاز کرده بودیم و این یک شروع تازه بود. در گذشته اتفاقاتی از قبیل اخراج شدن دنی از کار، صفحه‌جویی زیاد، نقل مکان کردن و خارج شهر را پیشامدهای منفی یا نامطلوبی تلقی می‌کردم که آسایش من را به مخاطره می‌انداختند و در مواجهه با آنها دچار ترس و وحشت می‌شدم. اما اکنون فقط این کلمات در ذهنم تنین می‌انداخت: برگرد بدون ترس زندگی کن. بنابراین مطمئن بودم که همه چیز رو به راه خواهد شد. از میان تمام پیام‌هایی که از تجربه نزدیک به مرگ با خودم آورده بودم، این پیام که همه ما یکی هستیم و اصل ما بر پایه عشق استوار است و همگی ما موجودات فوق‌العاده‌ای هستیم، قوی‌ترین پیامی بود که در درونم تنین می‌انداخت. به نظر می‌رسید که این پیام از طرف پدرم و بهترین دوستم سونی به من می‌رسید و هر بار بستگی به آن موقعیت خاص آن را با صدای یکی از همین دو نفر می‌شنیدم. من اتفاقی که برایم رخ داده بود را جزی از یک طرح بزرگتر می دیدم که در مقابلم ظاهر می شد و این احساس را در من ایجاد می کرد که موقعیت تازه‌ای در زندگیم به وجود خواهد آمد. علاوه بر همه اینها، به علت تجربه نزدیک به مرگ، از این برداشت که واقعیت بیرونی حالت درونی ما را تشکیل می دهد به برداشتی که واقعیت درونی ما وضعیت بیرونی را شکل می دهد رسیدم. بدین معنی که قبلا تصور میکردم که دنیای بیرون از ما واقعی است و باید در چارچوب آن عمل کنم. البته این تقریبا همان برداشتی است که اکثریت مردم دارند، ولی با چنین نگرشی قوای خودم را در اختیار دنیای بیرون میگذاشتم و رویدادهای بیرونی قادر بودند رفتار، خلق، خو و افکار مرا کنترل کنند. از نظر مردم واکنش‌های عاطفی و احساسات
واقعی تلقی نمی شوند زیرا قابل لمس نیستند و عکس‌العمل ما در مواجهه با رویدادهای بیرونی می باشند. با چنین طرز فکری به جای اینکه گرداننده زندگیم باشم، قربانی وقایع و پیشامدها هستم. به گونه ای که حتی بیماری هم حادثه بیرونی تلقی می شود که بر حسب اتفاق پیش می آید. اما پس از تجربه نزدیک به مرگ، به تدریج خودم را معنوی و جزئی آمیخته در یک کل بسیار بزرگتر می‌بینم که شامل تمام عالم هستی، هر آنچه که تاکنون وجود داشته یا در آینده به وجود خواهد آمد می‌باشد که در آن همه چیز به یکدیگر متصل است. حالا درک می‌کنم که من در مرکز عالم هستی قرار گرفتم و هر یکی از ما علارغم اینکه در مرکز این شبکه کیهانی قرار گرفته ایم، دیدگاه خاص خودمان را داریم و از طریق آن خود را ابراز می‌کنیم. با گذشت زمان که من و دنی این مرحله جدید زندگی من را می ساختیم، این حقایق را به طور ملموس‌تری درک می کردم. اگرچه در این شبکه همه چیز با هم در ارتباط است و ما به تمام آن دسترسی داریم، اما در هر لحظه دنیای من تاپستری است از افکار، احساسات، تجربیات، روابط، عواطف و وقایعی که تا آن زمان رخ داده است. یعنی تا زمانی که چیزی در این تاپستری قرار نگیرد، برای من وجود نخواهد داشت و این خود من هستم که با گسترش یا محدود کردن تجربیات و آگاهی هایم می توانم این تابستری را وسعت دهم یا آن را محدود کنم. احساس می کنم راه یافتن هر چیزی به میدان مشاهداتم تا حدود زیادی بستگی به انتخاب خودم دارد. وقتی چیزی وارد آگاهیم شود، جزی از این تابستری می شود. اگر دوباره از قیاس انبار استفاده کنیم، در این حالت نور چراغ قوه من روی آن افتاده است. یعنی آن چیز قسمتی از نظام اعتقادی من، حقیقت من شده است. حالا متوجه شدم که هدف از زندگیم این است که تاپستری موجودیتم را گسترش دهم و تجربیات بیشتر و بهتری کسب کنم. بنابراین باید کوشش کنم که در تمام زمینه‌ها مرز امکانات را که در گذشته آن را محدود می‌دانستم گسترش دهم. بنابراین مفاهیمی که همه ما به عنوان حقیقت پذیرفته بودیم، اما در واقع فقط باورهای اجتماعی بودن را زیر سوال بردم. تمام چیزهایی که در گذشته برای منفی یا غیر ممکن تلقی می شد را دوباره بررسی کردم، مخصوصا باورهایی که احساس ترس یا بیکفایتی در من ایجاد کرده بودن. حالا از خودم می پرسم چرا به این موضوع اعتقاد دارم؟ آیا این اعتقاد صرفا ناشی از شرایط فرهنگی و اجتماعی است؟ آیا این اعتقاد که احتمالاً زمانی برایم کاربرد داشته هنوز هم حقیقت دارد؟ آیا وفادار ماندن به اعتقاداتی که با آنها بزرگ شدم و به من آموخته شده است هنوز هم برایم مفید است؟ جواب این سوال گاهی مثبت است، اما در اغلب مواقع قطعا منفی است. من طوری تربیت شده بودم که اعتقاد داشتم زنها باید مطیع باشند. در فرهنگ ما زنهای قاطع و استواری آنهایی که مقام بالایی داشتند همیشه مورد قضاوت واقع می شدند، زیرا وظیفه اصلی زن این بود که حامی همسرش باشد و وظیفه مادریش را انجام دهد. اما خود من هرگز در قالب این استاندارد قرار نگرفتم. من تمام عمرم را به قضاوت و سرزنش خودم سپری کرده بودم، زیرا نمی توانستم این گونه انتظارات را برآورده کنم و همیشه احساس بی‌لیاقتی می کردم. اما بعد از NBA کاملا درک کردم که تمام اینها معیارهای نادرستی هستند که جامعه برای من تعیین کرده است. در زمانهای گذشته تصور می کردم که فردی متدین یا معنوی به شمار نمی روم و باید در این زمینه کوشش بیشتری کنم، اما حالا می دانم که همه ما علی‌رغم اعمال یا اعتقاداتمان موجوداتی معنوی هستیم و چیزی جز این نمی توانیم باشیم، ولی قادر نیستیم که همیشه این واقعیت را تشخیص دهیم. حالا فهمیدم که خوشی و نشاط واقعی را فقط موقعی پیدا می کنم که خودم را دوست داشته باشم، به درون خودم توجه کنم، احساس قلبیم را دنبال نمایم و کاری را انجام دهم که موجب شادمانیم می شود. به تدریج کشف کردم که اگر زندگیم بدون جهت به نظر می رسد و احساس گمگشتگی می کنم، هنوز هم بارها به این حالت دچار می شدم. به این معنی است که احساس خودیتم را از دست دادم و با خود واقعیم و هدفی که به منظور آن آمدم ارتباطم را قطع کردم. این حالت موقعی پیش می آید که به ندای درونیم گوش ندهم و توانایی هایم را به دست منابع بیرونی از قبیل آگهی های تلویزیونی، جراید، شرکت های بزرگ دارویی، معاشرین و باورهای اجتماعی و فرهنگی و امثال اینها بسپارم. قبلا وقتی احساس گمگشتگی می کردم، برای یافتن راه حل بلا فاصله به سراغ منابع بیرونی می رفتم. یعنی به کتاب ها، معلمین و گروه ها مراجعه می کردم و منتظر و امیدوار بودم که بتوانن راه حل های دست نیافتنی را
پیش پایم بگذارند. در واقع این درست همان کاری بود که به محض مبتلا شدن به سرطان انجام دادم. در چنین مواقعی سردرگمی هم بیشتر می شد، زیرا توانایی هایم را دوباره و دوباره نایده می گرفتم. اما حالا کاملا متوجه شدم که داشتن یک بینش درونی از محیط بیرون به این معنی است که به جایی برسم که بتوانم به راهنمای درونی خودم اطمینان کنم. چنین روشی مثل این است که آن چیزی را که احساس می کنم روی جهان هستی خودم تأثیر می گذارد. به عبارت دیگر، چون من در مرکز شبکه کیهانی هم قرار دارم، بر روی تمام آن کل تأثیر می گذارم. بنابراین در چنین دیدگاهی اگر خوشحال باشم، تمامی جهان هستی خوشحال است. اگر خودم را دوست داشته باشم، دیگران هم مرا دوست خواهند داشت. و تا جایی که مربوط به من است، اگر با خودم در صلح باشم، تمامی خلقت در صلح خواهد بود و غیره. اگر با مشکلی مواجه شوم، به جای اینکه آن را از طریق عوامل مادی برطرف کنم، کاری که قبل از NDA انجام می دادم، آن را در جهان درونی هم بررسی می کنم. اگر مضطرب، نگران، غمگین و غیره می شوم، البته ابتدا به درون خودم رجوع می کنم. در خلوت خودم می نشینم یا در طبیعت قدم می زنم یا موسیقی گوش می دهم تا به جایگاه مرکزی برسم و احساس آرامش کنم و بر خودم مسلط شوم. من کاملا متوجه شدم که با چنین روشی دنیای بیرونی هم تغییر می کند، آرامتر می شود و بسیار از مشکلات خود به خود بدون آنکه اقدام خاصی کنم ناپدید می شوند. مقصودم از در مرکز بودن این است که احساس کنم در مرکز شبکه کیهانی خودم هستم و از این موقعیتم آگاه شوم. این تنها مکانی است که همه ما همیشه در آنجاییم و بسیار مهم است که مرکزیت ما را در قلب آن احساس کنیم. اما باید اقرار کنم که هنوز هم گهگاهی جایگاه مرکزیم را در کیهان فراموش می کنم. یعنی چنان درگیر حوادث زندگی، تناقض‌ها، نگرانی‌ها و رنج‌های جهان مادی می‌شوم که نمی‌توانم خودم را یکی از موجودات عظیم با شکوه و نامتناهی که در واقع همه ما هستیم ببینم. خوشبختانه متوجه شدم که حتی در آن لحظات هم هرگز از آن مرکز جدا نمی‌شویم، بلکه فقط آن چشم‌انداز را موقتاً از یاد می‌بریم و در نتیجه احساس صلح و شادی ناشی از آن را احساس نمی‌کنیم و در دام خیال واهی جدایی می‌افتیم و دیگر نمی‌بینیم که غم و شادی درست مانند تاریکی و روشنایی، یین یانگ، لازم و ملزوم یکدیگرند. احساس جدایی قسمت خیال واهی دوگانگی است و مانع از درک احساس یگانگی می شود. ولی در مرکز قرار گرفتن بدین معنی است که دوباره جایگاه نامتناهی خود را در مرکز همه چیز، در مرکز یگانگی پیدا کنیم. این شناخت درونی که همه ما با عالم هستی یکی هستیم هنوز در من باقی است. بنابراین حتی زمانی که در قالب جسمانی هم هستم، چه از آن آگاه باشم چه نباشم، من در مرکز شبکه عظیم کیهانی که عالم است قرار گرفتم. این برداشت سبب می شود که شکوه و عظمت خود و ارتباطم با نامتناهی را تشخیص دهم. با گذشت ماه‌ها و سال‌ها کوشش کردم تا هرچه بیشتر به این آگاهی جامعه عمل بپوشانم. البته گاهی که مشغله زیادی داشتم و مضطرب می شدم، دست از کار می کشیدم تا مرکزم بازگردم و این کار باعث می شد که مرا به اتلاف وقت متهم کنند. در آن سالها اگر می خواستم مشکلات را فقط از طریق جنبه های مادی برطرف کنم، می دانستم که امور به کندی پیش می روند. حتی در حال حاضر هم احساس می کنم که این روش مانند راه رفتن روی سطح چسبناکی است و اگر برای روبرویی با مشکلات فقط به این روش اکتفا کنم، دچار ناامیدی و اضطراب شدیدی خواهم شد. متوجه شدم که اگر حوصله بخردم و به مرکز خودم برگردم بدون توجه به برداشتی که دیگران از من خواهند داشت و از ارتباطم با کل آگاه شوم و احساس آرامش و شادی کنم، بسیار از موانع اصلی ناپدید می شوم. در این گونه موارد از بصیرتی روشن برخوردار می شوم و با در مرکز ماندن بسیاری از مشکلات کاملا رنگ می بازند و برطرف می شوم. من حالا به این نتیجه رسیدم که این روش خیلی بهتر و نتیجه بخشتر از آن است که بخواهم مشکلات زندگیم را تنها از طریق عوامل بیرونی برطرف نمایم. این شناخت نتیجه مستقیم تجربه نزدیک به مرگ می باشد که من نشان داد که جزئی از تاپستری عظیم شبکه کیهانی هستم و در مرکز آن جای دارم و اگر به درون خودم رجوع کنم، می توانم با تمامی عالم هستی ارتباط برقرار کنم. با گذشت چندین سال از تجربه نزدیک به مرگ، امروز تغییرات دیگری را هم در بیرون از خودم تشخیص دادم. متوجه شدم که احتیاج دارم در میان طبیعت، مخصوصا نزدیک دریا باشم تا بتوانم به بهترین حالاتم دست یابم. یعنی حالتی مشابه همان حالت شگفت‌زدگی که در اولین روزهای مرخص شدن از بیمارستان احساس می‌کردم. حالا متوجه شدم که وقتی به امواج نگاه می‌کنم و به صدای اقیانوس گوش می‌دهم، فوراً می‌توانم دوباره با آن حالت NDA‌ام ارتباط برقرار کنم. افراد خانواده‌ام و کسانی که با آنها روابط صمیمانه‌ای برقرار کردم، نیز از تغییرات مطلوبی بهره‌مند شدند و من از این جهت بسیار خوشحالم.
این مطلب ممکن است تعجب آور به نظر برسد، اما از زمانی که تجربه نزدیک به مرگ داشتم تا کنون اشخاص متعددی به من گفتند که وقتی در کنارم هستند احساس می کنند انرژیشان تغییر می کند. البته وقتی برای عموم صحبت می کنم خیلی به ندرت به این موضوع اشاره می کنم. چون برداشت واقعی هم این است که این گونه احوالات از درون خود آن افراد سرچشمه می گیرد و من فقط آنچه که آمادگی تجربه اش را دارند در آنها منعکس می کنم. من به سبب تجربه هم اعتقاد راسخ دارم که همه ما توانایی شفا بخشی خودمان و همچنین کمک به شفا یافتن دیگران را داریم. اگر بتوانیم با آن مکان نامتناهی درون خودمان که در آنجا ما به صورت کل هستیم تماس برقرار کنیم، دیگر بیماری نمیتواند در جسممان باقی بماند. ضمناً چون همه ما به هم متصلیم هیچ مانعی وجود ندارد که سلامت یک فرد نتواند به سایرین هم سرایت کند و موجب آغاز فرایند بهبودیشان بشود. وقتی ما دیگران را شفا بدهیم خودمان و سیارهمان را هم شفا دادیم، زیرا جدایی وجود ندارد مگر در ذهن خودمان. البته زندگی من فراز و فرودهای خودش را دارد و گاهی احساس می کنم برای اینکه بتوانم در مرکز باقی بمانم باید کوشش زیادی کنم. ضمناً مجبورم امور عادی روز زندگی روزمره مانند کارهای خانه و پرداخت صورت حساب را نیز انجام دهم و باید اقرار کنم که پس از NDA تمرکزم روی چنین امور جزئی برایم کار دشواری شده است. اما خوشبختانه هیچ وقت از پیدا کردن جایگاه خودم در این عالم هستی غافل نماندم و همیشه در روح خودم این کلمات را احساس می کنم: برگرد و بدون ترس زندگی کن. با وجود اینکه توانستم دوستان جدیدی پیدا کنم، از جمله دوستی که مرا در درک فرایند تجربه هم کمک کرده است، اما متوجه شدم که برقراری تماس مجدد با دوستان قدیمی برایم مشکل شده است. احساس می کنم که دیگر آن فرد اجتماعی که قبلا بودم نیستم و اصولا آن چیزهای قبلی نیز برایم خوشحال کننده و لذت بخش نیستند. من قبلا دوستان زیادی داشتم، اما اکنون فقط افراد معدودی را به زندگی خصوصیم راه می دهم که با اکثر آنها در چند سال اخیر و در ضمن جلسات مربوط به تجربیات نزدیک به مرگ آشنا شدم. تعدادی از ما دوستان بسیار نزدیکی شده ایم و بعضی از آنها تجربیاتی مشابه من داشتند. هنوز با افراد نزدیک خانواده‌ام، همسرم، مادرم و برادرم صمیمی هستم. آنها در زمانهای بحرانی و ساعاتی که نیاز داشتم در کنارم بودند و خودم را با آنها نزدیک احساس می‌کردم. اما برایم مشکل است که بتوانم با دیگران چنین رابطه‌ای نزدیک و صمیمی برقرار کنم. البته این وضعیت به این معنی نیست که گوشه‌گیر شدم و می‌خواهم همیشه تنها باشم. من هنوز با افراد زیادی ارتباط دارم و برایم لذت بخش است که دیگران را در رسیدن به درک بیشتر کمک کنم و این درست همان کاری است که از طریق نوشته هایم و شغل فعلی هم به عنوان مربی فرهنگی انجام می دهم. همانطور که در فصل بعدی خواهید دید، اقدام به این که خودم باشم تاثیر زیادی در به وقوع پیوستن این رویداد بزرگ داشته است. فصل 14. شفایابی فقط ابتدای کار است. کتابی که الان در دست گرفته اید اثبات وقایعی است که وقتی اجازه دادم پیش بیایند به وقوع پیوستند. در اینجا می خواهم سلسله ای از همزمانی ها که می بایست رخ بدهد تا این کتاب به وجود آید را با شما در میان بگذارم. پس از تجربه نزدیک به مرگ و شفا یافتن از بیماریم، آنقدر احساس خوشی می کردم که می خواستم روی پشت بام بروم و هرچرا که می دانستم فریاد بزنم. دلم می خواست که همه از آنچه برایم پیش آمده بود با خبر شوند و همان چیزی که من تجربه کرده بودم را احساس کنند. اما از اینکه تجربه ام را سرگشاده با دیگران در میان بگذارم و سرگذشت شخصی ام را منتشر کنم و توجه دیگران را به خودم جلب کنم نگران و مضطرب بودم. به عبارت ساده تر، هنوز آمادگی نداشتم با کنجکاوی های ناشی از آن روبرو شوم و آنها را تحمل کنم. به نظر می رسد که در چرخه زندگی یین همیشه با یانگ همراه است. بنابراین هرچند برداشت دیگران درباره تجربه ام تا حدودی باعث نگرانی ام می شد، ولی ندایی به من می گفت که باید افراد بیشتری را در آن سهیم کنم. از یک طرف مایل بودم درباره تجربه هم صحبت کنم و از طرف دیگر باید این تمایل را پس می زدم. البته مطمئن بودم که وقتی زمان مناسب فرا برسد و وقتی درونن آمادگی پیدا کنم، موجبات لازم برای بیان تجربه هم و توجه بیشتر به آن فراهم خواهد شد و این کار به همان سهولتی انجام خواهد شد که انگام NDA احساس کرده بودم. در این میان، همانطور که در فصل قبل توضیح دادم، درکی را که در اثر تجربه هم کسب کرده بودم دنبال کردم. با خودم صادق بودم، به آنچه فکر میکردم سعی است عمل میکردم و اونطوری که باعث خوشحالی هم میشد زندگی میکردم. مطمئن بودم کسانی که آماده شنیدن تجربه هم را دارند یا
بیابان نیازمندان مرا پیدا خواهند کرد. در آن دوران درها را به روی تمام احتمالاتی که می توانست داوطلبانه پیام مرا پخش کند گشوده بودم. به عبارت دیگر همیشه انتظار آشکار شدن آن را داشتم، اما هیچ چیز مرا برای آنچه که نهایتا پیش آمد آماده نکرده بود. در ماه مارس سال 2011 برای دیدن دوست دوران کودکیم سونیتا به امارات متحده عربی رفتم. سونیتا به تازگی یک مرکز آموزشی کلهگری دایر کرده بود. او از من دعوت کرد به دبی بروم و درباره تجربه‌ام صحبت کنم. من از اینکه سخنرانی‌ام به خوبی برگزار شده بود بسیار خوشحال بودم. در ابتدا نمی‌دانستم که مردم چه عکس‌العملی نشان خواهند داد، ولی برخورد خوبشان مرا به طور دلپذیری غافلگیر کرد. در واقع آن سفر تغییری درونی در من به وجود آورد و سبب شد که احساس کنم بالاخره آمادگی آن را پیدا کردم تا تجربه‌ام را برای افراد بیشتری بازگو کنم. برای اولین بار پس از تجربه نزدیک به مرگ احساس کردم که صحبت‌هایم در آن سالن باعث تغییری شده است. البته این تغییر در درون خودم روی داده بود و روی هر یک از حاضران نیز تأثیری گذاشته بود. من از شفایی که در جلوی چشمانم روی می‌داد متعجب بودم. هر یک از حضور از تجربه من چیزی دریافت کردند که به آن نیاز داشتند و همه احساس کردند که رویداد مهمی در حال رخ دادن است. یک بار دیگر متوجه شدم که دیگران نیاز دارند از تجربه‌ام آگاه شوند. فهمیدم که مدتی است سرشته امور را از دست دادم و به خود واقعی‌ام فرصت ابراز وجود ندادم. باز هم به خاطر ترس و وحشت خود واقعی‌ام را از دیگران پنهان کرده بودم. اما آن روز در دبی احساس کردم که با خود عظیم و با شکوه‌ام دوباره ارتباط برقرار کردم. حالا آمده بودم که با هر آنچه زندگی برایم پیش می‌آورد روبرو شوم. در آن سالن تردیدهایم در سهیم کردن این دنیا با تجربه‌ام ناپدید شدند. در آن زمان از واکنش مردم کاملا بی‌خبر بودم، ولی آماده بودم تا به آنچه برایم نامعلوم بود اعتماد کنم و آن را بپذیرم. تا آن لحظه تصور می‌کردم که تجربه نزدیک به مرگ موضوعی است که فقط به خودم مربوط می‌شود و با وجود اینکه از آن سو پیامی آورده بودم که باید دیگران را در آن سهیم کنم، اما شفا یافتنم فقط برای خودم مفید بوده است. در واقع همین مطلب سبب شده بود که از بازگو کردن تجربه هم ترس و واهمه داشته باشم. یعنی درست نمی دانستم که دیگران به چه ترتیب می توانند از تجربه هم بهره مند شوند. اما آن روز در آن سالن چیزی تغییر کرد. با مشاهده واکنش مردم و تحولی که در حال وقوع بود، ناگهان درک کردم که ابتلای من به سرطان و علاج یافتن آن موضوعی است که شامل تمام کره زمین می شود. اگر همه ما یکی هستیم، پس اگر اتفاقی روی من تاثیر بگذارد، روی بقیه هم تاثیر خواهد گذاشت. و هرچه برای من پیش بیاید، برای تمام جهان هم پیش خواهد آمد. حالا متوجه شدم که دلیل بیماریم و اینکه انتخاب کردم دوباره به این جهان بازگردم همین بوده که بتوانم وسیله‌ای برای شفای سایرین باشم. نه فقط شفای جسمانی، بلکه مهمتر از آن شفای عاطفی. زیرا آنچه واقعیت جسمانی ما را هدایت می‌کند، همان احساسات ماست.